در کنار پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی این روزها دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران در حال بررسی است پرونده ای که مبالغ آن به بزرگی اختلاس 3000 میلیارد تومانی نیست اما در آن به سراحت از پرداخت رشوه به مسئولان گفته می شود دال سین متهمی که از او به عنوان جعب سیاه پرونده اختلاس یاد می شود در هشتمین جلسه دادگاه اختلاص از بیمه ایران گفته برای حل یک مشکل حقوقی یک میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات واریز کرد محمد رضا رحیمی از سال 88 معاون اول رئیس جمهوری ایران شد این متهم از ارتباط با برخی مسئولان گفته و اینکه با خودروی او به استقبال فرزندان رحیمی بعد از بازگشت از دوبی رفتند و پسر محمود احمدی نشاد و برخی از وزیران دولت را به دفتر او آوردند. پرونده اختلاس در بیمه ایران و استانداری تهران پیش از این با عنوان حلقه فاطمی در رسانه ها مطرح شد. با اینکه مسئولان قضایی قبلا اعلام کردند که معاون اول رئیس جمهوری ایران متهم است اما بعد عقب نشینی کردند و رحیمی در دادگاه شرکت نکرد پیش از این محمود احمدی نژاد ارتباط دولت با عوامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی را رد کرده بود او امروز واکنشی به دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران نشان داد آقای احمدی نجاد با تاکید بر اینکه برخی در کشور مسابقه تهمت و دروغ را انداختند عنوان کرد اگر جرأت دارند برون سراغ همانهایی که اصل کاری هستند اظهارات رئیس جمهوری ایران با واکنش برخی حامیان سابقش روبرو شد احمد نجابت از نمایندگان مجلس گفته احمدی نژاد در برخورد با نزدیکانش قافیه را نبازد پرویز سروری نماینده سابق مجلس هم امروز فاش کرده محمد رضا رحیمی در زمانی که معاون پارلمانی احمدی نژاد بود 900 میلیون تومان تحت عنوان کمک به مساجد به نمایندگان مجلس پرداخت کرده است محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس قبلی و فعلی و حمید رسایی نماینده‌ای که به حمایت از دولت مشهور است متهمان اختلاس بیمه میگویند به این دو هم پولهایی داده شده هر دوی آنها اتهام دریافت رشوه از رحیمی را رد کردند در جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران استانداران قلب و فعلی تهران هم به دریافت رشوه متهمند تا کنون مرتزا تمدن اتهامات علیه خود را رد کرده اما کامران دانشجو که بعد از استانداری تهران به وزارت علوم رسیده سکوت کرده است آرش سیگاچی صدای آمریکا